خب اینم از صدای محسن چاوشی عزیز که خب میدونم دوست دارین. عیدتون مبارک باشه. امروز مهمونای خیلی خوبی قدم به چشم من گذاشتن و قرار هست که مهمان بینندگان ارجمند شبکه 3 تلویزیون باشن. یکی از بهترین ها که هر سال سر سفره تحویل سال نو من ربناشنو میشنیدم، نمیدونم یا مقلب القلوبشنو میشنیدم، حالا ذکر خیر ربنا هم شد. امسال ولی ندیدمشون. من گفتم که حتما باید در این روزهای ابتدایی سال 97 دعوتشون بکنیم، روی ماهشون رو ببینیم، صدای قشنگشون رو بشنویم و عرض احترام بکنم بهشون. آقای دکتر محمد اسوانی رو خیلی خوب میشناسید، همتون دیگه نیازی به معرفی ندارن، جزو سلاطین موسیقی. آقای دکتر سلام. سلام. صبح علی بخیر، عید مبارک، سال نو مبارک. خیلی خوشحالم. شما مبارک باشه. سلام عرض می‌کنم خدمت بینندگان عزیز حالا خورشید. خیلی خوشحالم که باز هم در خدمت دوست عزیزم جناب رشید پور هستم و خدمت همه عزیزان پشت صحنه هم سلام عرض میکنم. عید همگی مبارک. زنده باد. عید شما مبارک. قربونتون برم. جز عیدای خوبه. عید در عیده، یعنی هم سال نوه، هم عید مبعثه و هم عید اخلاق. چیزی که آقای محمد آقای اسوانی عزیز یه جاهایی نمیدونم به خاطر زندگی شهری، به خاطر نمیدونم فشار اقتصادی، یه ذره یه کوچولو یه جاهای آدم میتونه بگه که اخلاقه داره زیر سوال میره. در عیدای اینچنینی خیلی خوبه یه بعثت اخلاقی هم باشه، نه؟ بله حتما، دقیقا همینطوره. چون واقعا پیامبر قبل از هر چیزی در حقیقت میشه گفت سمبول و مظهر اخلاق بودن دیگه. و مثلا من شنیدم که طبیبی که ایشون رو مداوا میکرده یهودی بوده، تا آخر عمرش هم یهودی باقی مونده. نه اون هیچ وقت به پیامبر صدمه ای زده، نه پیامبر هیچ وقت به اون گفته پیامبر مسلمان شو. این همزیستی خودش مثال زدنیه دیگه و این دقیقاً چیزیه که امروز ما داریم کمبودش رو حس میکنیم. من چند وقت پیش رفتم پیش یکی از آقایون اتباعی سنتی که خیلی هم معروف، حالا اسمشو نمیخوام ببرم، که مثلا الان 5000 نفر تو نوبت هستن که ایشون ویزیت کنه. 5000 نفر؟ بله. کی وقت میرسه بهشون؟ خب دیگه ایشون بالاخره با دستیاراشون این کارو انجام. خب خیلی هم بیماری های سر و علاجی رو با طب سنتی درمان کرده. بعد خب منو به عنوان محمد اصفهانی میشناخت، منم وقت گرفتم و رفتم پیش ایشون صحبتی شد. پزشک دیگه، خواهش میکنم. رفتم پیش ایشون، بعد صحبت شد و اینها گفتن که یه آقای دکتر وحیدی بود، مرحوم شد، رئیس هلال احمر بود و ایشون خیلی به طب سنتی کمک کرد، به ترویج طب سنتی. شما میشناسینشون دیگه؟ حتما. گفتم بله. حالا آقای دکتر وحید شوهر خاله منه، من هیچی نگفتم. بعد ایشون گفتش که بعد بازم صحبت کردن که خانم دکتر مرضیه وحید هم دختر ایشون، دختر همین مرحوم آقای دکتر وحید. بله. بعد ایشون بازم صحبتش رو ادامه داد، گفتش که البته ایشون یه باجناقی هم داشت، من از اونم خیلی مطلب یاد گرفتم، اونم خیلی آدم خوبی بود. گفتم که اسمشون چی بود؟ گفت مرحوم دکتر واعظی. گفتم خب اون پدر من بود. گفت جدی؟ اصلا روی کرده ایشون وقتی که فهمید من مثلا پسر ایشون هستم عوض شد با من. یعنی اینقدر آدم بیرون نشسته بود که اون آقایی که منشی ایشون بود و ایشون خیلی لطف کرد برای من اون وقت رو گرفت، اومد تو گفت آقای استاد بیرون خیلی آدم نشسته بود. گفت آقا دو کلمه داریم حرف میزنیم، بذار من حالا صحبت کنم. یعنی اصلا روی کرد عوض شد. بعد من پیش خودم فکر کردم، گفتم که این آدمایی که قدیما بودن و الان دیگه نیستن، به خودم به خاطر اینکه حالا قوم خیش من یا پدر من بوده، اینا چطوری با مردم سر میکردن و رفتار میکردن که حتی بعد از مرگشون هم اینطوری ازشون یاد میشه؟ خب اینا واقعا مسلمان بودن دیگه، به بزرگی از بله به واقعا. این میگن که به یکی گفتن که آقا اعتقاد به اون دین تو مهم نیست، اعتقاد همجوری زبانی، مهم اینه که اون دین چقدر در عمل تو رو سوخ کرده. اصلا داری میگه عمل به اعضا، یعنی اقرار به زبان، عمل به اعضا. خب ما یه فرهنگ اینجوری داریم، ما حافظ رو داریم، سعدی رو داریم، مولانا رو داریم. سعدی ها مرد نکونام میرد هرگز. یا مثلا عرفی از شعرهای سبک هندی میگه چنان با نیک و بد سر کن که بعد باده بود. انشالله خواهش میکنم سال شادی باشه انشالله برای همه. پول
پولم خیلی مهمه. خوبه، واقعا خوبه. واقعا پول مهمه. آره امسال من هر کسی رو دیدم گفتم ان شاء الله سال شادی باشه پر از پول. پر از پول. چرا آره. که نه؟ برای آدم خوب پول در بیاره و واقعا با انصاف و با محبت و با درایت هم خرج بکنه چه اشکالی داره؟ بسیار خوبه. بسیار خوبه. بسیار. مسافرت که نرفتی؟ نه من درگیر کارهای آلبوم بودم بیشتر تهران بودم. چه خبر آقا آلبومتون که میاد بیرون؟ خیلی وقته. عرض کنم خدمت شما که من دیگه کارمو انجام دادم، الان کار از دست من خارجه، یعنی دست تنظیم کننده هاست و اونها که الان دارن کار میکنن و کار موسیقی هم یه کار احساسیه، نمیشه با زر و زور جلو برد. وقتی یه تنظیم کننده میگه من هنوز به اون ترکیبی که دلم میخواد نرسیدم، چون یه مقداری هم حالا روی من حساسن، کارهای قوی قبلا من خیلی دادن، الان خیلی دارن مراقبت میکنن حتی از اسم خودشون که کارهایی که میدن کارهایی باشه که خودشون هم در حقیقت اون کارو استاندارد تشخیص بدن، و چون میدونن که این آلبوم بالاخره زیر ذره بین های بررسی و نقد و اینها خواهد رفت دیگه. آره دیگه آدم از شماها یه توقع دیگه ای داره. الان جوانهایی که هستن و البته همشون هم خوبن، شاید که در آزمون و خطا باشن، ولی وقتی دکتر بله محمد اصفهانی برای ما فرصتی نیست دیگه در حقیقت که بخوایم خطا. آره دیگه شما آزمون خطاهاتونو نه شما خطا خیلی کم داشتین. نه نمیدونم اینو دیگه. آره باید نظر من اینه. واقعا بگم آره چیزی که بگیم مثلا اصفهانی چرا اینجوری خونده، چرا تنظیمشون طوری بوده، انصافا خیلی کم بوده در پرونده. و رابطتون با این جوانترها چجوریه؟ یه بار توی یکی برنامه های من خیلی از محسن چاوشی تعریف میکردین یادم. بله من واقعا این دوستانو همشون رو احترام برشون قائلم و وقتی مصاحبه هاشون رو میبینم در حقیقت برخورداشون رو با مردم میبینم، میدونید که دیگه الان جهان ارتباطاته، همه از همه چی خبر دارن، میبینم که خوشبختانه خیلی آدم های منزه و آدم های اخلاقی و آدم های زحمت کشی هستن. منطقه مرتبه آقای رشیدپور کلن جو موسیقی خیلی خرابه توی آمریکا. چرا؟ یعنی یه طوری شده که همه دل سردن. بازارش که خوب آقا، خیلی خوب نه، میفروشه. این ظاهر داستانه. ببینین الان بگم برنامه‌تون تعطیل نشه. یه جوری بگو تعطیل نشه دیگه اولش برنامه. از دام خدمت شما که یه جوری شده که انگار یه دستایی تو کاری که نمیخواد موسیقی به صنعت تبدیل بشه، و اگر موسیقی در مملکت ما به صنعت تبدیل نشه نمیتونه سر پا بمونه و حتی در عرصه‌های هماوردی با سایر موسیقی ملل حرف خودشو بزنه. این که ما هی اعتقاد داشته باشیم به این که ما خزینه نمیدونم خیلی خوبی داریم، آرشیو خیلی خوبی داریم، ما سابقه فلان هزار ساله در نمیدونم چی داریم، اینا که برای ما کار نمیشه. که میگه آقا بیار آنچه داری زمردی، الان بیار هر چی داری. این در حقیقت نحوه بی‌اعتنایی و برخورد متولیان فرهنگی با ماجرای موسیقی همه رو دل سرد کرده. من الان اسم نمیارم، ولی همین دیشب یه خواننده بسیار مشهوری به من ایمیل زد، تو تلگرام برای من چیز زد که پیام داد که فلانی من خیلی ناراحتم، خیلی استرس، من کلی با هم دیگه چت کردیم. گفتم آقا من کم توجهی یعنی آره من کم توجهی دکتر به خاطر این بالاخره داغ بودن بازار موسیقی جوانترها نیست؟ نه اونا الان کسایی هستن که در اوجن، اونا جزو داغان میفروشه بسیار، یعنی کنسرتاشون رو هوا میره همینطوری. یکی دیگه شون من دم عید دیدمشون، گفت من حالا اگه ببینم چه جوری میشه شاید مثلا بتونم برم. آخه خب چه چرا؟ کسی رفته که موفق تر بشه توی نه موسیقی؟ اصلا جو یه جوی شده که دل و دماغ به سمت کار نمیره. و من اعتقاد دارم، آخه میگن که آقا شما بیان درد میکنین فقط، اینکه هنر نیست، درمانم بگو. درمونش. آقا ما زمانی که آقای دکتر احمدی رئیس اداره موسیقی بود در ارشاد، رفتیم پیش ایشون و صحبت کردیم، نمیدونم سال 86 بود که یادم نیست دقیقا، رفتیم صحبت کردیم که آها بیاین این ماجرای رایت در موسیقی رو کپی رایت اصلا نه فقط در موسیقی، همه جا حالا بالاخره از یه جایی باید شروع کنیم، بیاین اینو انجامش بدیم، بیاین یه پیشنویسی تهیه بکنیم. آقا جمع کردن هنرمندا، گذاشتن جلسه، تجمیع نظرات، اینا هم با من بریم به سمت مجلس، این بره به سمت قانونی شدن، بحث بشه در موردش بالا پایین.
ایشون هم داشت پیگیری میکرد و حتی ما با اشخاصی هم اون موقع صحبت کردیم. بله به هیچ جا نرسید دیگه. ایشون عوض شد. آخه آقای دکتر اینم باز به همون اخلاقه برمیگرده دیگه. تا زمانی که من همینجوری بزنم دانلود کنم و حق مؤلف رو، حق تهیه کننده رو، حق خواننده رو به رسمیت نشناسم، طبیعیه که من نمیتونم تبدیل به صنعت. آقای رشید تو ببینین هر چیزی اول قانونگذاری میشه بعد فرهنگ سازی میشه. الان چرا توی کشورهای متمدن و پیشرفته اصلا اگه کسی هم نباشه بسیاری از آدم، نمیگم مطلقاً، بلی بسیاری از آدم ها دیگه الان چراغ قرمز رد نمیشن، ورود ممنوع نمیرن، چون اول این با قانون سفت و سخت و جریمه های آنچنانی محکم میشه بعد فرهنگ میشه دیگه، میشه دیفالت ذهنی. خیلی واقعا مهمه ما در حوزه این رعایت حقوق معنوی تولید کنندگان خیلی نکته مهمی آقای دکتر میگه. حالا شاید خیلی بحث عیدانه‌ای نباشه، اما شنیدن دغدغه بزرگان موسیقی وظیفه هممون هست. الان میگن ببخشید میگن کلامتون، الان میگن که آقا برای اینکه، برای من بچه‌ها تعریف میکردن، میگفتن میگن برای اینکه کنسرت بره اگر شما 3 سئانس فروختی بکنه 6 سئانس. خب اون شرکته میگه نصف از جمعیت رو توی 6 سئانس تخص کن به قول معروف، بقیهش ما با مهمون پر میکنیم که بگیم 6 سئانس فلانی در این ساعت تموم شد. آخه این که نشد کار. خب آخه وقتی الان باز بحث هم چیز میشه، ولی وقتی میگیم که بریم سمت صنعت، آقای دکتر در صنعت هم آدمای پیدا میشن که کارشون گول زدن افکار عمومیه دیگه. بله یعنی خب بله من میگم اگر رایت درست بشه، اگر دخل و خرج درست بشه، من میتونم برم با فلان ارکستر یا با فلان نوازنده خیلی گرون در سطح بین المللی، یا از تلفیق بچه های خودمون با بچه های بین المللی، با هنرمندای بین المللی کار بکنم، کلیپ های آنچنانی برش تهیه بکنم و هیچ احتیاجم نداره دیگه در واقع بلیت فروشیمو تخص بکنم تو سانسای بیشتر. مهدی جان چیه؟ اینو میخواستم سورپرایز برای آقای دکتر پخش بکنم. میخواستم اول آفتاب مهربانی رو گوش بکنیم داخل استودیو، بعد یه کلیپی دارم آقای دکتر از شما که فقط هم من دارم، مال خیلی وقت پیشه، میخوام پخش بکنم. امروز روز عیده. الان من یه چیزایی شنیدم با مرحوم خسرو شکیبایی رو میگی. آره. خدا رحمتشون کنه. دیگه گفت دیگه دکتر، بریم اول اون کلیپ رو ببینیم. خراب کرد نازنین. این کلیپ دوره آرامگاه حافظ با صدای لایو صدا برداری شده، یعنی دکتر اونجا داره میخونه. ساعتش هم که میدونین چنده؟ 2 شب دیگه. نه خیلی، 4:30 صبح. 2 شب شروع شد تا 5:30 صبح. بله. ادامه پیدا کرد. انقدر زیبا خونده دور آرامگاه حافظ، فوق‌العاده. منتها چون با دوربینای قدیمی تر ضبط شده، شاید الان کیفیت چیزی که میبینید خیلی مثلا HD مدل شبکه 3 نباشه، ولی خود آقای دکترم ببینن با هم دوره هم کیف بکنیم. خیلی جذابه، نگاه کنید. تا من بدیدم روی تو، نگاه کنید. تا من بدیدم روی تو، ای ماه و شمع روشنم، هر جا نشینم خرمم، هر جا روم در گلشنم. من آفتاب انورم، خوش پرده ها را بردرم، من نوبهارم، آمدم تا خارها را برکنم. تو عشق زیبای منی، هم من تو ام هم تو منی، خشمین توی روزی توی، هم شادی و هم درد و غم، لطف تو سابق می شود، جان من عاشق می شود، بر قهر سابق می شود، چون روشنایی بر ظلم، چون روشنایی بر ظلم.
گویم سخن را بازگو مردی کرم زغازگو این بیملولی شرح کن من سخت کند و کودنم گوید که آن گوش گران بهتر ز هوش دیگران صد فضل دارد این بران کانجا هوا اینجا منم گوید که آن گوش گران بهتر ز هوش دیگران صد فضل دارد این بران کنجا هوا اینجا منم صد فضل دارد این بران کنجا هوا اینجا کنجا هوا اینجا منم گرچه بی برگم گرچه بی بارم در هوای تو بیقرارم در هوای تو بیقرارم برگ پاییزم بی تو میریزم نوبهارم کن نوبهار دکتر چرا هیچ وقت پلی بک نمی کنی لب نمی زنی آهنگ دیگه وقتی امکانش هست آدم بخونه چرا بله خب آخه نمیخونی خوندم کرد من در از معذرت هم میخوام که این هی میپرید سیدی آره چون ما سیدی پلیر داشتیم پخش میکردیم ما امکاناتمون در حال خورشید آخرین استانداردهای جهانیه این سبک جدیدی هست پست مدرن میشه بازگشت اینی که گفتم بیشتر با پرش نشنمیمش و قاف حرف آخر عشق آنجا که نام من آغاز می شود شایدم فرموده بود نام کوچک من نه آنجا که نام کوچک من آغاز می شود بچه نام بزرگی داشت خدا رحمتش خدا رحمتش بکنه قیصر امیرپور عزیز رو آقای دکتر اصفهانی حضور شما در برنامه ما باعث برکت لذت میبریم از محضرتون اما میخوام پایان صحبتم رو هم با اخلاق به پایان برسونم ببینم که راهکار آقای دکتر اصفهانی برای اینکه اخلاق رو در جامعهمون در سال 97 پررنگ‌تر بکنیم. والا این خیلی حرف بزرگیه بعد سخت. منم اصلا تخصصی در این زمینه ندارم. نه نظر شخصیتون. ولی به عنوان یه شهروند فکر می‌کنم که الان که از هر طرف به همین خاطر بهتره که با محبت و مهربانی هم خودمون توی هم دیگه هم کسانی که تریبونی دارن، مسئولیتی دارن، اختیاراتی دارن همه با هم انشالله با خوبی و خوشی و مهربونی مشکلات رو بیشتر بذاریم اصلا باز جزو دین حضرت رسول زبان بین و لین بله. روشن و مهربان با مردم سخن بگوییم که مردم بسیار نجیب و اخلاق مدار بله. و خوبی داریم امیدوارم این گوشه کنارها ببین به نظر من بی اخلاقی فقط فحش دادن نیستا تخریب محیط زیست بی اخلاقیه توی جاده با سرعت عجیب غریب رانندگی کردم بی اخلاقیه جنسی رو با دلار انتومن خریدیم ولی با دلار 2 انتومن بفروشیم بی اخلاقیه یعنی همه اینها شاید از بی اخلاقی تصورمون فقط خود ذهن کوچکم میگم منحصر بشه آقا من که فحش نمیدم من که پامو جلوی بابام دراز نمی کنم نه خیلی چیزها در جامعهمون با حضور اخلاق میتونه که روال درستری بگیره و جامعهمون رو به سمت ولی آقای رشید خیلی از نام که فرمودین از کلافگیه اگر ما بیایم زمینه های کلافگی رو بخوش کنیم و یه کاری کنیم که مردم یه مقداری راحت تر باشن آرام تر باشن آرام تر باشن و این بسیار توصیه درستیه آقای دکتر خیلی ممنونم خیلی از خوشحال شدم لذت بردم از من همیشه از جناب عالی در غیابتون و در حضورتون ذکر خیر شما بوده به عنوان یکی از مجریای کاربلد
و بسیار باسواد و جزء واقعا ذخایر اجرای در حقیقت فرهنگی ایران هستین شما. من باشد. اینو خدا شاهده نظرمه. من واقعا رشیدپور سال هاست که آشنا هستم، دوست هستم، از برنامه زنده رود اصفهان، جای دیگه مختلف آخه. ایشون علاوه بر اینکه مجری خیلی خوب و موفق و باسوادی هستن، در کار خودشون یونیکن، آدم خوبی هم هستن. یعنی آقای رشیدپور جلوی دوربین و پشت دوربین هر دوش عزیزه. الهی من قربونتون برم، موفق بشید. افتخار منه، محبت کردین، از من تعریف کردین، گفتن زنده رود، یه آهنگ خونده بودن آقای دکتر، زنده رود خاطر، زنده رود خاطره، ترمه دستگاه قشنگ بود. یه بار بیارم آسمان اصفهان آبی هم روشن، روشن آبی صاف، روشن آبی صاف، اما آبی هم صاف هم بود. اینم اکبرآزاد هر دو ورژن هم گفته بود. حالا میارم پخشش میکنه ان شاء الله. زنده رودم آقا، یه کاری کن از این برنامه فشار بیارین آب زنده رود رو یک حرکتی مسئولین بکنه. آدم اصفهان آره زاینده رود رو میبینه، که البته خب الان اصلا مشکلات آبی تو منطقه زیاده، وارد بحثش نشه. متشکرم آقا. عید دیگه چاره. آره عید، امروز نمیخوام که صحبت های تلخ بکنیم، چون الان داریم میریم سراغ پایتخت. بهتون قول داده بودیم و بهترین بازیگران سریال های تلویزیونی در کشورمون امروز در برنامه ما مهمان هستن. سریال پایتخت رو میدیدین؟ متاسفانه چون به شدت درگیر کارهای آلبوم اینا بودن. آقا این سریال پایتخت اصلا نصف عید سریال پایتخت، ولی از طریق آریا عظیمی نژاد که موسیقیش رو ساخته آمار کارو داشتم. خیلی موفق بوده. یه 7 8 10 بار این بار و ای خدا شنیدین از مردم تا 6 ماه قرارو بگیرن. نه من یه پیام برام اومد گفتن که فرمانده سپاه قدس برکنار شد و من همچون تکون خوردم. بعد دیدم هم نوشته بود. آره نوشته بود فوری، خبر فوری. بعد ازش نوشته بود نقیه معمولی. گفتم خود، بعد پرسیدم که داستان چی، گفتم مال پایتخت. آره خیلی شوخی در فضای مجازی هم شد. حالا محسن تنابنده عزیز اینجاست، خانم ریما رامینفر اینجا هستن، قرار باشون وارد گفتگو بشیم. من میخوام خواهش کنم از بچه ها به افتخار آقای دکتر اصفهانی یک دست مرتبی بزنیم، جز به بهترین ها قلیستر، یعنی جزو یکی دو نفری که معتقدم موسیقی رو در ایران خوب دنبال میکنه و جزو سلطانهای موسیقی پاپ سنتی در ایران. به افتخارشون دست بزنید. به زحمت با کاری از خود آقای دکتر ما میریم استودیو شماره 1 مون تا با بازیگران درجه 1 سریال پایتخت گفتگو.